درودی به گرمای مهر میهن بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان دفتر دیگری از برنامه شامگاهی صفحه یک را با آخرین خبرها و نظرها میگوشیم با مروری بر سرفصل همه مطالب برگزیده امشب پنجشنبه هفته همه دی ماه ایرانی موج میانجیگری ها برای کاهش تنش میان ایران و عربستان همزمان با میل تعطیلی دفاتر سیاسی کشورهای همپیمان این کشور پادشاهی منطقه با تازه فراخواندن سفیر دیگر این بار کشور قطر ادامه واکنش های کشورهای منطقه ای و همسایه به جنجال ایجاد شده حول اعدام شیخ شورشی سعودی با تازه ترین اظهار موزه رجب طیب اردوغان در غیر قابل قبول خواندن حمله به سفارت عربستان در ایران و عراق همینطور باستا به وسیع دستور سریح حسن روحانی برای برخورد شدید و سریع با مهاجمان به سفارت عربستان سعودی لحظه به لحظه با آخرین خبرهای انتخاباتی با تازه ترین اظهار رضایت هاشمی رفسنجانی در نخستین مرحله بررسی صلاحیت ها موج گسترده فساد دولتی در جمهوری اسلامی با هشدار توکلی نماینده مجلس از یک سو و حضور سعید مرتزوی در دادگاه از سوی دیگر و بالاخره شوک و حیرت جهانی از انفجار بمب هیدروژنی کره شمالی با واکنش تند شورای امنیت سازمان ملل متحد و وعده برای اقدام علیه این آزمایش هسته‌ای هیدروژنی سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه هفته همه دی ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش نخست همچون همه شب مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه و برگزیده از ایران منطقه و جهان در تازه ترین فعل و انفعالات دیپلماتیک در دو سوی شبه جزیره حجاز و جمهوری اسلامی ایران تمامی کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در ریاض و همینطور کنسولگری هایش در جده و مدینه به خانه بازگشتند. سامانهای خبری تحلیلی با انتشار تصاویری صحنههایی از بازگشت کارکنان دیپلماتیک ایران را در میان احترام خاص کارکنان هواپیمایی کشور پادشاهی عربستان نشان میدهند که همه اعضای دیپلماتیک در حال استراحت و همینطور پذیرایی هستند و با مهر و احترام خاصی نیز بدرقم می شوند. این در حالی است که کماکان کشورهای عربی منطقه خلیج فارس با فراخواندن سفرایشان اظهار نارضایی خود را از اقدام شپ نظامیان نزدیک به علی خامنه‌ای در آتش زدن سفارتخانه کشور پادشاهی عربستان سعودی ابراز می کنند. در تازه ترین گزارش های منتشره در این راستا خبرگزاری دولتی قطر گزارش کرد که این کشور چهارشنبه ششم ژانویه سفیر خود را از ایران در اعتراض به حمله به سفارت سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد احضار کرد این خبرگزاری به نقل از مدیر کل امور آسیایی وزارت امور خارجه قطر گزارش داد که گفته است که صبح چهارشنبه سفیر قطر در پی حمله به سفارت کشور عربستان از تهران فراخوانده شد همچنین واکنش ها به جنجال فقهای حاکم در ایران در قبال اعدام 46 شهروند اهل تسنن سعودی و تنها یک شهروند شیعه از سوی سران کشورهای مختلف جهان ادامه دارد در این میان رجب طیب اردوغان نیز با اظهار موضعی محکم و منطقی و متقن ضمن محکوم کردن حمله به سفارت از جنجال ایجاد شده از سوی جمهوری اسلامی در قبال یک حکم داخلی کشور عربستان اظهار شگفتی کرد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در اولین واکنش خود نسبت به تنش میان سعودی و ایران با انتقاد از حمله به سفارت سعودی گفته است که مسئله اعدام چند نفر در سعودی یک مسئله داخلی است و کسی حق ندارد در آن دخالت کند رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از سر و صداهایی که مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با اعدام شیخ نمر در سعودی به راه انداختهاند گفت کسانی که در قبال کشتار صدها هزار سوری سکوت کردند امروز برای اعدام یک نفر در سعودی قوقا به راه اند. این اظهارات اردوغان به عنوان در واقع اولین موزگیری رسمی ترکیه پس از اعلام قطع روابط دیپلماتیک سعودی با جمهوری اسلامی ایران بوده است ادامه می دهیم برنامه امشب رو در این میان روزنامه آرمان در تحلیلی به ماجرای سفارت سوزی در ایران پرداخت احمد شیرزاد نماینده اصلاح طلب مجلس ششم در یادداشتی که در عنوان آن نیز نوعی بوی تعنب و ابهام داشت از همه کار بودن سپاه پاسداران در ایران پیشنهاد کرد که امنیت سفارتخانه ها را هم به سپاه بسپارید به احمد شیرزاد در سرمقاله روزنامه آرمان نوشت که در این سالها حملات مکرر به سفارتخانه های خارجی را داشته ایم و مهمترین آن حمله به ساختمان سفارت انگلیس بود به نوشته این فعال اصلاح طلب هر از گروهی تصمیماتی میگیرند که مشخص نیست چه کسانی باید تاوان اقدام آنها را بپردازند نظام یا شهروندان نویسنده با یادآوری اینکه در بحث‌های امنیتی هر جا سپاه وارد شده موفق بوده است بنابراین پیشنهاد جدی می شود که دولت با قاطعیت بحث امنیت سفارتخانه ها را به شورای عالی امنیت ملی ببرد و به طور معمول از برادران سپاه پاسداران که هم در آنجا حضور دارند این موضوع در سطح سران نظام مورد بحث قرار گیرد و در یک دوره ده تا 15 ساله این ماموریت به سپاه محول شود و اما در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای موج میانجیگری میان ایران و عربستان در دستور کار بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت گویا در آستانه نشست حل بحران سوریه جهان سیاست بیشتر نگران این قطع روابط دیپلماتیک است تا جایی که از واشنگتن تا بغداد کنار خانه ایران ترافیک تلفن و حضور سیاستمداران است که به وزارت خارجه ایران روان شد در این میان روزنامه قانون با نقد حضور شورشیان سوارادسوز در مطلبی به عنوان بازگشت سیاست خارجی از خیابان به وزارت خارجه دیدار ظریف وزیر خارجه ایران با ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق را پوشش داده بود همینطور روزنامه اطلاعات حسن روحانی را رو با وزیر خارجه عراق کشور همسایه نشان میدهد که کلامی منطقی به زبان آورد روحانی در این دیدار تأکید کرد که مبنای سیاست خارجی ایران همانا تحکیم همکاری های است که همه اینها نشان از نوعی در واقع سفرهای مأموریتی ویژه دارد که در راستای تعدیل و بهبود روابط دو کشور کلیدی منطقه یعنی ایران و عربستان نشان دارد و تلاشهایی که در این راستا دارد صورت میگیرد این در حالی است که در تازه ترین گزارش های منتشر پس از اعلام اینکه تلفن های مکرر از جان کری به ظریف و عادل الجبر زده شد همین کاخ سفید نیز با صدور بیانیه‌ای در مورد راه های تنش میان ایران و عربستان با نخست وزیر عراق حیدر العبادی گفتگو کرد رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر عراق در مورد لزوم کاهش تنش های ایجاد شده میان تهران و ریاض گفتگو کرده و نگرانی های مشترک خود در مورد اعدام شیخ نمر و نیز حمل به اماکن دیپلماتیک عربستان را ابراز کردند. کاخ سفید افزود که هر دو موافقند که لازم است همه ی طرف ها در منطقه خشتنداری پیشه کرده از سخنان یا رفتارهای تحریک‌آمیز پرهیز کنند و جلوی تنش‌های فرقه‌ای را نیز بگیرن. این در حالی است که بر اساس گزارش های منتشره در روزنامه های ایران ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق دیروز چهارشنبه از آمادگی کشورش برای میانجیگری در کاهش تنش ها میان ایران و عربستان خبر داد. بنابراین گزارش ها جعفری که همراه با محمد جواد زریف همتای ایرانیش در یک کنفرانس خبری در تهران ساخن می هرچند اعلام نمر باقر و نمر را یک جنایت توصیف کرد اما افزود اراق به عنوان کشوری در قلب خاور میانه برای رفع تنشها خود را مسئول میداند. علاوه بر عراق، روسیه، ترکیه و پاکستان نیز برای میان میان تهران و ریاض اعلام آمادگی کردند. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید از جمله موضوعاتی که بسیار در روزنامه ها در هر دو روز اصلی کشور باستاب داشت همانا استعفای حسین علیزاده از موسیقی دانان صاحب نامی ایرانی بود که از شورای عالی خانه موسیقی استعفا داد که البته با این موضوع هم به نوعی و به نحوی امنیتی برخورد شد یعنی نخواستیم بار دو روز پیش خبرگزاری فارس خبرگزاری نشاندار سپاه پاسداران با ذوق و شوقی خاص به انتشار این رویداد پرداخته بود چرا که در ترکیب اصلی شورای عالی خانه موسیقی استاد شجریان به ریاست این نهاد هنری مدنی ایفای نقش کند و حتی یک روز قبل از استعفای استاد علیزاده این خانه هنری جلسه ای داشت که نظر به اختلافات عمیق نهادهای رسانه‌ای همچون کیهان و خبرگزاری های مثل فارس با استاد شجریان آن هم پس از انتخابات 88 و مواضع شجاعانه شجریان این رسانه های شاخک های نظامی در هر فرصتی به یگانه آواز ایران زمین میتازند و میشورند در این میان روزنامه شرق در گزارش نوشت که تنور اختلاف میان خانه موسیقی و منتقدانش داغتر شده است نشست مدیرعامل خانه موسیقی با منتقدان در همان روزی که نامه حسین علیزاده مبنی بر اینکه به صورت کتبی از شورای عالی خانه موسیقی استعفا خواهد داد بار دیگر بحث انتقاد از خانه موسیقی را نیز مطرح کرد شرق در ادامه این گزارش اشاره کرد که خانه موسیقی در ماهای اخیر به از هواشی نبوده است به نوشته این گزارش کش قوس های منتقدان این نهاد درباره مسائلی چون اساسنامه هیئت مدیره و شورای عالی آن از جمله مواردی است که باعث شد نحوه عملکرد خانه موسیقی در ماه‌های گذشته مورد بحث قرار بگیرد. ورق میزنیم با دیگر موضوعات و روزنامه های برگزیده انتخابات در ایران و بازشناسی رفتار انتخاباتی ایرانیان مورد توجه و تحلیل بسیاری از کارشناسان عرصای سیاست و رسانه واقع شد روزنامه ابتکار سرمقاله اصلی شماره امروز را با عنوان گذشته آینده است به ملاک و معیار مردم ایران در انتخاب نمایندگان خود اشاره ای تحلیلی داشت و با برشمردن چند نمونه از انتخابات ضمن اذعان و اعتراف به این نکته مردمی که بین و بد و بدتر مجبور به انتخاب یکی هستیم نوشت که اینکه مردمان همکنون نسبت به سیاست و اهدافش چه نظری دارند باید گفت مردم متناسب با احوال و اقوال نامزدها سیاست را متناسب موقعیت و وضعیت ایشان تعریف می‌کنند اگر شخص را عالم و منتظم به سنت فرهنگ دین صداقت و پاک دستی بیابند به طب این برداشت سیاست و تعالی وضع موجود و گامی برای رسیدن به مدینه فاضله تعریف خواهند کرد عکس نقیز این موضوع نیست صادق است اگر شخص کاندیدا را فردی بیابند که قصد دارد با لطایف به کرسی مجلس برسد سیاست را ابزار میدانند برای به قدرت رسیدن و بیشک مردم در پی انتخاب گروه نخست خواهند بود و اما قوقای رقابت های انتخاباتی در ایران آن هم در میان فقه های رهبرساز که این بار گویا با شدت و حدت بیشتری نامزدها گزینش می شوند کماکان دو شخصیت اصلی آماج نقد ها تحلیل ها و کاوش ها هستند حسن خمینی و هاشمی رفسنجانی در حالی که در تازه ترین گزارش های روزنامه امروز تهران از جمله آرمان از رضایت نسلی هاشمی از روند بررسی صلاحیت ها اظهار رضایت شده بود در سوی دیگر روزنامه های دیگر از ابهام در وضعیت حسن خمینی سخن میگویند هاشمی با ابراز گلایگی از اظهار نارضایی برخی از فقهای های تون روی نزدیک به رهبری از حجم زیاد نامزدها گفت چرا نگران شور ثبت نام ها شده اند همچنین عزم مردم برای تغییر جزم است که این سخنان کوتاه هاشمی آکنده از نکات درون ساختاری است خاصه جمله عزم مردم برای تغییر جزم است که میتواند به سرنوشت ساز بودن این دوره از انتخابات خبرگان رهبری نیز معطوف باشد اشاره داشته باشد که میتواند منجر به پایان احتمالی دوره ولایت فقاهت مطلق الانان خامنه ای نیز منجر شود در هر روی روزنامه شرق در گزارشی مبسوط با عنوان احتمالات پیش روی سید حسن خمینی به عدم حضور این روحانی میان سال منتصب به بیت خمینی برای شرکت در آزمون شورای نگهبان اشاره کرد و با بررسی سوابق تحصیل و تدریس ایشان و تعییدیه برخی از فقه های صاحب نامی همچون زنجانی و وحید خراسانی به ایشان در بخشی از این تحلیل نگاشت چون این نتیجه گرفت که اگر شورای نگهبان بنای خود را همان ملاک حضور در آزمون بگذارد و نخواهد به این دلایل توجهی داشته باشد درباره سید حسن خمینی تنها گزینه باقی مانده این است که آیاتی یعنی فقهایی که اجتهاد سید حسن را تایید کرده اند نامه ای را به شورای نگهبان بدهند آنچه مسلم است تا به این لحظه حسن خمینی نه بنای انصراف دارد و نه آنکه فعلا موضعی در این باره اتخاذ کرده است موضوعی دیگر آفتاب یزد از حجم فزاینده فسادهای سازمان یافته بر جای مانده از عهد احمدی نژاد گزارش و خبرهای زیادی منتشر کرد از جمله اعترافات تلخ احمد توکلی رو منتشر کرد که نسبت به گسترش فساد در ارکان نظام هشدار داد این شخصیت نزدیک به اصولگرایان با ابراز مخالفت از ترکیب انتخاباتی نیروهای جبهه اصولگرا با ذکر مصادیقی اشاره کرد که اگر من قرار بود تصمیم بگیرم اجازه به حضور جبهه یکتا در ائتلاف نمی دادم چرا که این جمع به واسطه احمدی نژاد گرد آمدن. همچنین روزنامه آفتاب یزد در گزارشی اختصاصی و ویژه از تشکیل نهادهای اقتصادی موازی با دولت خبر داد درست امری که در زمان خاتمی با راهندازی نهادهای امنیتی موازی در صدد ناکارآمدسازی دولت وقت برآمدند و در عرصه های تحقق دموکراسی نیم بند و عداد شده نیز کشیدن تا آن را ناکام بگذارند همینک با راه اندازی مافی های موازی اقتصادی پرداختند که از جمله آن باند واردات شکر در مقابل دولت است و اما شگردهای تبلیغاتی پیشاهنگام با خاندان خمینی و هماغوشی اصلاح طلبان این روزها متهم به خروج از انقلاب شده با خاندان خمینی که در بسیاری از روزنامه های میانه رو و نزدیک به تحولخواهان باستاب گسترده داشت از جمله روزنامه آرمان به عنوان یادگاران امام به مسجد نور رفتن به شرکت نوادگان خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در مراسم ختم زیایی دایی محمد خاتمی اشاره کرد که در واقع از آن به عنوان گرد همایی اصلاح طلبان نیز در این روزنامه یاد شده بود و یا روزنامه شرق و عنوان خمینی ها و اصلاح طلبان زیر سقف نور که به مسجد نور اشاره داشت به شرکت و حضور حسن خمینی یا سر خمینی و سید علی خمینی در کنار چهره های شاخص عرصه اصلاحات همچون آیت الله موسوی خوینی ها سید محمد خاتمی موسوی لاری و چندین مقام بلندپایه دولت روحانی همچون مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور و جهانگیری معاون رئیس جمهوری اشاره کرد که در مراسم ختم آقای زیایی دایی محمد خاتمی حضور یافته بودند این روزنامه ها همچنان از واژه آیت الله برای حسن خمینی استفاده می کنند این در حالی است که جناح مقابل در اردوگاه اصولگرایان و تندروها به شدت از بکارگیری این واژه خشمگینند و به دفعات نیز بر هاشمی شوریدند و تاختند که چرا چنین گشاده دستانه به حسن خمینی لقب علامه و یا آیت الله داده است در وقت باقی مانده با مطلب دیگری پی میگیرم باز شاید با زمینه و موضوع موسیقی بیمهری بر ساحت موسیقی ملی میهن خلاصه منجر به شکستن نوت سکوت در وادی هنر موسیقی شد و این موضوع نیز بر صدر بسیاری از روزنامه ها جای گرفت در این میان روزنامه اعتماد در گفتگویی مفصل با حسین علیزاده به کندوکاو چرایی مسائل پیش آمده موسیقی خاص انصراف و استعفایشان پرداخت از جمله از آقای علیزاده سوال شد که به نظر شما عمده ترین مشکل خانه موسیقی چیست و این صاحب نظر موسیقی ایران گفت که خانه موسیقی بازوی ارشاد شده است حرفم این است که در ارشاد گروه های مختلفی وجود دارد اگر این را سیاسی نکنند اهالی خانه موسیقی می توانند بهترین تصمیم را بگیرند اما ارشاد از کسانی کمک می گیرد که بیشترین دستورات اداری را اجرا می کنند تا اینکه از صلاحیت موسیقیشان بهره ببرند آیا خانه موسیقی این سوال را از خودش نمی پرسد که چرا رئیس شورایش ممنوع کار است منظور شخص آقای شجریان است که سالیان است ممنوع کار شده یعنی خانه موسیقی نباید قبل از هر چیز پیگیر شرایط آقای شجریان شود و بعد برود سراغ ماجراهای دیگر استاد بزرگی که بیش از پنجاه سال در قلب مردم جا داشته است و درود بر یکایی که این ستارگان اصیل عرصه هنر ایران زمین هم شجریان و هم نوازنده زرین دست میهن استاد حسین علیزاده و با این خبر وقت برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد از شما دعوت میکنم بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر باشید که بلا فاصله پس از برنامه صفحه یک پخش میشود تا آنگاه شامگاه خوش بدرود